بینندگان عزیز کرد کانال، سلام و عرض ادبی دوباره. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. با برنامه دیگه از سری برنامه های رومال در خدمتتون هستیم. مهمان عزیز و گرانقدری داریم، جناب احمد رأفت، از پیشکسوتان عرصه روزنامه نگاری و نویسنده از آلمان. جناب رأفت، سلام و عرض ادب خدمتتون عرض میکنم. منم سلام دارم خدمت شما. البته من در لندن هستم، در آلمان نیستم. ببخشید، من تصحیح میکنم. بله، تصحیح میکنم، جناب رأفت در لندن تشریف دارن. جناب رأفت، توی روزهای گذشته، البته پیش از اون من عرض کنم که الان زندانهای بزرگ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی مملو از روشنفکر، روزنامه نگار و اندیشمندان و فعالان مدنی هست که به دادخواهی از حقوق مردم در زندان هستند. این سناریوی تازه جمهوری اسلامی برای منحرف کردن اذهان عمومی هم باعث شده که دست به یک سری از این بازی‌های منحرف کننده برای افکار عمومی بزنه. زندان اوین چند شب پیش در واقع هنوز اون فجایع واقعی درونش به بیرون درس پیدا نکرده، اخبار همچنان متناقضه. دو روز قبل هم زندان قزل حصار کرج و این بازیایی که این جمهوری اسلامی برای مقابله با این نوع اعتراضات و این اعتراض علل خصوص که در حقیقت یک انقلابه، به نظر شما تأثیری هم داره؟ نه، من فکر نمی کنم تأثیر داشته باشه. البته اضافه کنم که قبل از زندان اوین زندان لاکان رشت بود، بعدش هم همونطور که شما گفتید قزل حصار کرج. اینها فکر میکنند که با این نوع کارها میتونند افکار عمومی ایران و جهان رو منحرف کنند، ولی اینطور نیست. مردم همونطوری که دیدید بعد از زندان، آنچه در زندان اوین اتفاق افتاد، ما شاهد کاهش اعتراض ها نبودیم. الان 30 و چندین روزه که مردم در خیابان هستند، در شهرهای مختلف، از کردستان تا بلوچستان، آذربایجان تا استان مرکزی یا هر نقطه دیگری در ایران، بیش از 100 شهر تا کنون تظاهرات برگزار شده و مردم این بار به نظر من به چندین دلیل قصد ندارند که به این زودی ها به خانه برگردند و معتقد هستند که این رژیم باید برود. ببینید، در آبان 98، دی 96، حتی اعتراض هایی که در آبادان صورت گرفت بعد از فرو ریختن یک پاساژ یا یک برج، مردم گاه به گاه در کنار مرگ بر دیکتاتور یا نه به جمهوری اسلامی، مطالباتی را از حکومت مطرح می کردند. در این تظاهرات 4 هفته و خورده‌ای گذشته من صدها ویدیو نگاه کردم، به خاطر کارم مجبور بودم هر ویدئویی منتشر میشد نگاه کنم. یک مطالبه از دولت ندارن، از حکومت ندارن، یعنی مردم از این حکومت گذر کردن، دیگه مخاطبشون حکومت نیست. اینها خواهان پایان جمهوری اسلامی و گام گذاشتن به نظام جدیدی هستن. حالا سر اون نظام جدید چه باید بود و اینها، این بستگی و عوامل بسیاری من جمله رأی مردم داره، ولی در هر صورت مردم از این نظام گذر کردن. بنابراین حالا اینا میتونن اوین آتیش بزنن یه جایی رو تو قزل حصار، این کار رو کنن، حمله کنن به زندان لاکان رشت، یا حتی من اصلا منتفی نمیدونم که یک بحران منطقه‌ای ایجاد کنند. ببینید، اینها در 2 روز گذشته یک مانور نظامی در مرز با جمهوری آذربایجان راه انداختن که خب این مسئله اسمش هم هست مثل که گذر از عرس، رودخانه عرس که مرز بین دو کشوره، یعنی اینها تلاش دارند که حتی بحران‌های منطقه‌ای ایجاد کنند برای اینکه چیزی به عمر خودشون بیفزاید. ولی من فکر نمی‌کنم که این بار موفق بشن که مردم رو به خونه ها بفرستند، مگر اینکه دست به یک جنایت بسیار بزرگ بزنن که اون هم اون موقع فکر میکنم که جمهوری اسلامی که الان منزوی است در سطح بین المللی، اون موقع حکم مرگ خودش رو صادر خواهد کرد. بله، این
اتفاقی که در حقیقت شما فرمودید حاکی از نوعی پریشانی و سرگردانی در این بحرانی هست که برای حکومت اتفاق افتاده. نظر شخصی بنده اینه که پیشبینی این اتفاق رو در به این زودی نمی کردن، با اینکه الان دارن در رسانه هاشون، من روزنامه های روز ایران رو هر روز در اون سایت پیشخان نگاه می کنم، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط یه مقداری روزنامه های اصلاح طلب، اونم همیشه یکی به تخت یکی به میخ می زنن، مثلا از تفسیر کارشناسی استفاده کردن یا به هر حال تلویحی رفتن سراغ موضوع، اما این براشون خیلی غیر منتظره بود. من میخوام ازتون سوال کنم که بازتاب خبری بین روزنامه نگاران معروف دنیا این اتفاق چگونه منعکس شد؟ ببینید من به خاطر ندارم که در این 43 سالی که از عمر جمهوری اسلامی میگذره هیچگاه رسانه های بین المللی این چنین توجهی رو به مسائل ایران داشته باشن. مدت کوتاهی چند روزی در ابتدای جنبش سبز این توجه رو داشتن، ولی بسیار محدودتر، و اون زمان باید حساب کرد که چون انتخابات بود بیش از 500 خبرنگار خارجی به خاطر پوشش انتخابات به تهران رفته بودند و اولین تظاهرات ها در تهران حضور داشتند و مستقیم گزارش میدادند. این بار ما خبرنگار خارجی در ایران نداریم. با این وجود گسترده است، نه تنها پوشش روزنامه ها گسترده است، بلکه حمایت مردم کشورهای غربی بسیار گسترده است. شما حتما دیدید که در کشورهای مختلف در مجالسشون هنرمندان سینما، تئاتر، خوانندگانشون، طراحانشون، کارتونیستاشون همه در حال حمایت از آنچه که در ایران میگذرد است. نام مهسا یا ژینا جهانی شده، اسم واقعا یک نماد تبدیل شده، آنچنان که بر سر خاکش هم نوشتن نماد یک حرکتی شده، و من اینجا در لندن در فستیوال فیلم لندن بود چند روز پیش، روز یکشنبه تموم شد، مدیر فستیوال در یک مراسمی که در حمایت از سینماگران زندانی و همچنین جنبش زنان و مردان ایران برگزار شد، گفت مهسا یک نامی است که ما نباید و نمیتوانیم فراموش کنیم. بنابراین شما در هر سطحی نگاه کنید این جنبش حامی پیدا کرده، نه تنها رسانه ها، در حدی که دولت های غربی که محتاج رأی شهروندانشون هستند مجبورن تصمیمات اتخاذ کنن و اولین گارم ها را برداشتن بعد از چند هفته اول که تقریبا سکوت کرده بودند، برای اینکه مجبورند به افکار عمومی کشورشون پاسخگو باشند. اگر نباشند، وقتی که 2 سال، 3 سال، 4 سال دیگه دولتی که سر کار به پای صندوق رای بره برای اینکه مجددا انتخاب بشه، اون وقت آرای بسیاری رو از دست خواهد داد، چون به خواست مردمشون که حمایت از حرکت زن زندگی آزادی یا جنجیان آزادی است، اون رو حمایت نکردن، باید پاسخگو باشن. بنابراین من فکر میکنم ما در یک مرحله بسیار خوب قرار داریم و باید آنچنان حمایت کرد از آنچه در درون ایران میگذره که به این زودی ها کسی فراموش نکنه، چون اگر در سطح بین المللی فراموش بشه، اون وقت این روی مردم ایران هم غیر مستقیم تأثیر میذاره، چون مردم با توجه به گستردگی شبکه‌های اجتماعی اخبار حمایت در سطح بین‌المللی به اونها قوت قلب میده و احساس تنهایی و انزوا نمی‌کنند و بنابراین در خیابان میمانند تا به آنچه که میخواهند دست پیدا کنند. و نقش اپوزیسیون در همدلی و اتحاد با مردم داخل نظرتون چیه در مورد این؟ ببینید من فکر میکنم که اپوزیسیون یا مخالفان جنبش مخالف جمهوری اسلامی یکی از گسترده ترین
جنبش های اپوزیسیون در دنیا باشه. کم کشوری داریم که اپوزیسیونش اینقدر گسترده، رنگارنگ و مبارز باشه. این روزها هم نشون دادن با تظاهراتی که در سراسر دنیا برگزار شد، تنها در یک روز اول اکتبر 152 شهر چهار قاره، اگر آفریقا رو استثنا بکنیم که تظاهراتی تا اونجا که من اطلاع دارم در اون روز برگزار نشد، در برگزار کردند و در آستانه برگزاری یک تظاهرات بزرگ در اروپا و آمریکا هستند. در روز شنبه 22 اکتبر در برلین، در اروپا، در واشنگتن برای ایرانیان ساکن و کانادا و واشنگتن، و تظاهراتی هستند که فراحزبی هستند. بنابراین احزاب، عمده احزاب، امیدوارم همه، حتی اونایی هم که تا الان نپیوستند، بفهمند که اهمیت همگرایی برای حمایت از آنچه که در ایران اتفاق میفته، برای حمایت از اون جوانانی که در خیابانهای مختلف تهران، برای اونهایی که سه روز در سنندج 24 ساعته مقاومت کردند، یا برای هموطنان بلوچی که به گلوله بستنشون، یا برای بچه های شهرهای دیگه که به خیابون اومدن، یا برای کارگرانی که در جنوب دست به اعتصاب زدن، این همگرایی بسیار مهمه. برای اینکه تنها راه برای اینه که یک آینده‌ای که مبتنی بر رأی مردم و همزیستی و رواداری رو باشه به مردم داخل ایران نشون میده، و این براشون میتونه امید بخش باشه. و به عنوان حسن ختام برنامه‌مون، میخوام ازتون به عنوان یک روزنامه نگار با سابقه، با تجربه و صاحب نام، نظر شخصی خودتون رو در مورد تکامل این حرکت و این انقلاب در آینده نزدیک، یا هر شکلی که شما براش متصور هستید، به کجا خواهد انجامید؟ من بارها دو این روزا گفتم که یک انقلاب 200 متر نیستش که فوری تموم بشه، یک ماراتونه. باید به نوعی برنامه ریزی کرد، و میبینم که جوانان در ایران به خوبی دارن در سطح محلات این برنامه ریزی رو میکنن، برای اینکه ادامه پیدا کنه، برای اینکه هر روزی که این اعتراض ها ادامه پیدا کنه، یک روز از عمر جمهوری اسلامی کمتر شده. من فکر میکنم که این انقلاب که دیگه اسمشو نمیشه اعتراض گذاشت، واقعا همونطور که در من دیدم، نمیدونم روی دیوارهای بسیار از شهرها نمیشون، این دیگه اعتصاب نیست، این انقلابه، اعتراض نیست، این انقلابه. این انقلاب برای اینکه به ثمر برسه باید تداوم پیدا کنه، و برای اینکه تداوم پیدا کنه باید برنامه ریزی بکنن کسانی که رهبران میدانی هستند، و جانب دیگر احزاب سیاسی هم باید خودشون رو آماده بکنن، برای اینکه در مرحله دیگر رهبری میدانی کافی نخواهد بود، و باید احزاب سیاسی خودشون رو آماده بکنن برای اینکه کشور رو تحویل بگیرن، چون مردم تو خیابون که نمیتونن کشور رو تحویل بگیرن. برای اداره کشور احتیاج به احزاب و سازمان‌ها، گروه‌های سیاسی است. امیدوارم که اونها این حرکت رو درک کرده باشن، و به قول معروف اگه بخوام یه اصطلاح فوتبالی استفاده کنم، در کنار زمین، چون زمین اصلی که داخل کشور ما، که خارج هستیم در کنار زمین هستیم، خودشون رو گرم کنن برای اینکه لحظه‌ای که لازم شد پا به میدون بذارن. سپاس از حضور صمیمانه‌تون جناب آقای احمد رأفت، روزنامه‌نگار با تجربه و با سابقه کیهان لندن، از لندن، روزنامه‌نگار و نویسنده. درود بر شما، خیلی لطف کردید. سپاس از شما برای دعوت. بینندگان عزیز، با برنامه دیگه از سری برنامه های رومال در خدمتتون بودیم. مهمان با سابقه و تجربه در عرصه روزنامه نگاری داشتیم، آقای احمد رأفت. امیدوارم که گفتگوی امروز هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد و رومال دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.